با سلام و درودی دوباره خدمت شما بینندگان برنامه نگاه روز. امیدواریم که حال یکایکتون خوب باشه. من مریم کمالی به همراه همکارم پوریا تاتپسند که در اتاق فرمان حضور دارن با یکی دیگه از برنامه های نگاه روز در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و اما میپردازیم به موضوع امروز برنامه نگاه روز که به این عنوان هستش: سهم مردم از رشد اقتصادی. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران رو برای سال 2016 ارزیابی کرده و رقم اون رو دو برابر قبل ارزیابی کرده. این گزارش میگه ارزیابی جدید نشون میده که این رقم 12.5%. معنی واقعی این رشد اقتصادی و تاثیر اون بر زندگی مردم چی میتونه باشه؟ در رابطه با موضوع برنامه فاتح بهرامی مهمان برنامه ما هستند و گفتگویی داریم با ایشون. فاتح بهرامی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. سلام به شما، خسته نباشید. به برنامه خودتون خوش اومدید. و اما سوال اول ما، معنی این رشد اقتصادی چیست؟ یعنی اقتصاد ایران داره به شرایط نرمال میرسه و تولید به شرایط عادی برمیگرده؟ خب روشنه که خیر، این گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی اولا به اصطلاح تازگی ها عوض کردن، قبلش نصف این بوده. راستش یه بار دیگه هم یه سال دو سال پیش بود وقتی یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول رفت ایران، بعدها چه صحبت هایی باشون کردن، چه اتفاقی افتاد، برگشتن دو مرتبه گزارش را عوض از کردن و نظر مثبت در مورد وضعیت اقتصادی ایران دارن. این یه طرف قضیه. یه طرف دیگه اینه که مبنای بحثای اینا همش آمارای خود رژیم هست. یه معنا میخوام بگم این بحث هم در واقع به معنی واقعی و اقتصادیش درست نیست، وضعیت رژیم چنین طور نیست. دومش هم شخصا فکر میکنم این یه مقداری در واقع کمک کردن به رژیم هست سر اینکه تصویر بهتری بدن، برای اینکه سرمایه گذاران تو ایران رو به اصطلاح تشویق بکنن از یه طرف، و از یه طرف دیگه هم خود جمهوری اسلامی رو تشویق بکنن که سیاست های صندوق بین‌المللی پول رو بیشتر پیش ببره در رابطه با مسائل مختلف، چون نکات زیادی رو در مورد وضعیت اقتصادی به جمهوری اسلامی گفتن، تغییراتی که باید بدن از سیستم بانکی تا مسائل مختلف که میدونیم همش در واقع نگاه میکنی اون چی که صندوق بین‌المللی پول داره بر اساس سیستم بازار آزاد و زدن همه چیز به نفع سرمایه داران، در واقع هر نوع سیاستی که اینا موافقشن مستقیما تبدیل میشه به چیزی علیه مردم و طبقه کارگر اینا. منتها در این مورد حتی اون چیزی که الان گفتن و خود صندوق بین‌المللی پول داره میگه مبناش نفته. در واقع بعد از اینکه تحریما رو برداشتن، جمهوری اسلامی تونست یه مقدار بیشتری نفت تولید بکنه و بفروشه، و به این معنا در واقع اونطوری که خودشون دارن میگن به اصطلاح تولید ناخالص داخلیشون یه مقداری رفته بالا بر اساس همین، و در اینجا نتیجه گرفتن که رشد اقتصادی هست. خود رژیم هم بارها و بارها همین اخیرا سر این رشد اقتصادی که حرف پوچی زدن بر اساس فروش نفت. اگر مسئله نفت و راستش مبنا قرار بدیم، خب دوره احمدی نژاد که وضعشون خیلی بهتر بود، هم نفت بیشتری تولید میکردن، همین که قیمت نفت گرونتر بود، به هر حال میخوام بگم این مبناشه. منتها فاکتور دیگه هم اینه که خب تازه فرض کنیم همه اینا درسته و این رشد بیشتر از اینم باشه، به مردم چی میماسه، چه نقشی برای مردم داره، این خودش یک بحث دیگه است. فکر کنم احتیاج به هیچ نوع تحلیل نداره هر کسی امروز تو نگاه گذرایی به زندگی مردم تو اون جامعه بکنه، به رابطه کارگر و کارفرما بکنه، به جایی که رژیم پولاشو خرج داره میکنه نگاه بکنه، میفهمه که این بحثای رشد اقتصادی پوچ. اقتصاد ایران اساسا توی یه بحران شدید و یه بنبستیه که جمهوری اسلامی با این میره به گور. در واقع هیچ خبری نیست از اینکه اقتصاد ایران تبدیل بشه به یه وضعیت بهتری. و بالاخره صحبت آخرم سر این نکته اینه، اگرم رشد اقتصادی به فرض یه جایی بیشتر بشه و
اینا یه فرجی باز بشه، معنی مستقیمش اینه که جیب سرمایه‌داران و آیت الله ها و سپاه پاسداران اینا پرتر میشه و به طور طبیعی خیلی روشنه که مردم و طبقه کارگر و مردم زحمتکش تو اون جامعه هم بالاخره وضع بدتری پیدا میکنن، همچنان که تاریخ جمهوری اسلامی همین نشون میده. به هر حال با برچیده شدن تحریم ها بعد از برجام، تولید و صادرات نفت بسیار افزایش پیدا کرده. تأثیر رفع تحریم ها بر زندگی مردم محسوس هستش؟ بله محسوس، خیلی روشن اینه که حقوق کارگر رو شش ماه نمیدن، یه سال نمیدن. تازگی ها حتی جنبش مال باختگان خبر داریم که پولای مردم رو که گذاشتن توی بانک به امید یه روزی که مثلا صاحب خونه بشن، قلفتین پولا رو بالا کشیدن. و جالب اینه که بالاترین ارگان امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی، تصویب کرده که صدا و سیما اخبار و صدای مالباختگان رو منتشر نکنه. و این مملکت اینطوریه، کسی که پولش رو بردن میخواد اعتراض بکنه که چی شد، چرا نمیدین، دولت دخالت بکنه، اون بالاترین ارگان میاد مصاحبه میده به صدا و سیما که شما نباید صدای اعتراض این مردم رو منتشر بکن. خب اینا سهم مردم شده توی همین چارچوب. همین دیروز رؤسای سه تا قوه، دو تا لاریجانی و قوه قضاییه و مجلس و روحانی، نشستن جلسه گذاشتن سر وضعیت اقتصادی و بالاخره حرفایی که ترامپ زده و دارن مترجم میشن که احتمالاً فشاری بهشون میاد، گفتن اینا میخوان بالاخره سر اقتصاد وضعیت رو وجود بیار، مردم رو ناراضی بکنه از این صحبت ها. کلن کارشون اینا جمهوری اسلامی تو این مدت تماماً این بوده که اگر پولی دستشون اومده رفتن خرج کردن برای جریانات اسلامی. توی همین دوره ما شاهد بودیم کنار حزب الله و حماس و کلن علاق، یه حشد شعبی، یه نیروی ارتجاعی دیگه، یه داعش دیگه که مال جمهوری اسلامی بود و درست کردن و پولای همگفت نجومی که به اینا میدن، به موشک میدن، میفرستن برای حزب الله و برای جنگی که تو منطقه دارن مصرف میکنن، خرج این مسائل میشه اگر پولی از فروش نفت یا تولید و زحمت مردم دستشون میاد. دیگه خیلی عجیبه توی جامعه ای کارگر کار بکنه، حقوقش رو نمیدن 6 ماه 1 سال و معلوم نیست از کجا باید بخوره، این پاسخی نداره. در نتیجه فروش نفت و یا هر چیز دیگه دست اینا میاد، میره توی جیب گشاد اینا و در واقع مردم دارن گشنگی میکشن و تکلیف این مردم فقط زمانی به اصطلاح عوض میشه و میتونه تغییر در شرایطش وجود بیاد که اینا گورشون رو گم بکنن، وگرنه تا این رژیم هست وضعیت همینطوره. فروش نفت بشه 10 برابر، تولید بشه 100 برابر، این فضا همینطوری، چون جمهوری اسلامی موجودیتش رو در گروه یه چیز دیگه میمونه توی منطقه و جنگ و کمک به جریانات اسلامی و استثمار خیلی شدید و بالاخره فشار به مردم و زندانی کردن هر فعالین اعتراضی و اجتماعی و فعالین کارگری و سرکوب هر نوع اعتراض. این داستان زندگی مردم بوده توی زیر سیطره این نظام کثیفی که جمهوری اسلامی حاکم است بر مردم. رشد بیکاری وسیع و یک جامعه زیر خط فقر تمام کارنامه جمهوری اسلامی در طول حیاتشه. چرا حتی با رشد اقتصادی و صادرات انبوه نفت سطح زندگی مردم داره بدتر میشه؟ خب بخش عمده این دلیلش این نکاتی است که اشاره کردم. اینا توی بحثایی که خودشون دارن میگن، قاعدتا رشد اقتصادی باید بیکاری رو کم بکنه، بالاخره اینا تأثیر روی هم دیگه میذارن. اشتغال باید قاعدتا وجود بیاد، اشتغال بیاد بیکاری باید از بین میره. هرچند این یک به یک نیست، چون خیلی جاها میبینیم به سبب رشد اقتصادی هم میشه، سرمایه گذاری هم میشه توی عرصه هایی، مثلا تکنولوژی بالاتر میرن، کارخونه رو نصف کارگرش رو به سبب میذارن کنار. ولی در هر صورت تو کشورهای سرمایه داری به سبب متعارفی که تو جاهای دیگه هست، قاعدتا رشد اقتصادی یه درجه همراه هست با اینکه وضع به اصطلاح اشتغال بهتر بشه، بیکاری کمتر بشه، فشار روی کارگرها کمتر بشه، جدا از اینکه الان یه وضعیت بحرانی اقتصادی است تو تمام دنیا.
ولی تو جمهوری اسلامی نیست، برای اینکه این حکومت چنگ انداخته روی جامعه ای و یه مردمی که به زور سرنیزه داره همه چیز رو پیش میبره. هیچ مبنایی در این رابطه برقرار نیست، هیچ قانونی نیست. من گفتم این مسئله نپرداختن حقوق آدمی که کار میکنه با هیچ چیزی نمیخونه، در نتیجه تمام این بحثا میره کنار. اون مبانی که مثلا توی سرمایه‌داری کشورهای غربی برقراره اینجا نیست. اینجا دارن سعی میکنن استثمار، فعلا که استثمار رو در واقع اگه حقوق ندن همون به بی‌نهایت به اصطلاح گذاشتن، تا حدی که بتونن مردم میچلونن میذارن تو جیبشون، جواب کسی هم نمیدن. میخوام بگم توی چنین شرایطی اون چیزی که تبعیت میکنه قانون زور جمهوری اسلامی هست و در واقع هیچ کدوم از این مسائل و این رشدهای با اینکه گفتم علکی دارن میگن، ولی اگرم باشه تأثیری تو زندگی مردم نداره. تمام این 38 سال 9 سالی که جمهوری اسلامی بوده همینطوری بوده. کمتر از یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت نداریم و سوال پایانی، جمهوری اسلامی حکومت دزدان و چپاولگران لقب گرفته، یعنی ممکنه نوع دیگه ای از حکومت سرمایه‌داری در ایران روی کار بیاد و مردم به رفاه و آسایش برسن؟ تغییر این وضعیت به نفع مردم ممکن هستش؟ سرمایه‌داری در هیچ شکلش نمیتونه وضع مردم رو تو ایران بهتر بکنه، به دلیل اینکه رژیم دیگه بیاد ممکنه کوتاه مدت یه وضعیت رو تغییر بده و بهتر از وضعیت جمهوری اسلامی باشه، ولی به شدت کوتاه مدت، به خاطر اینکه سرمایه‌داری تو کشورهای مثل ایران اساسش روی کار ارزان هست و در نتیجه قبلا هم گفتن مثلا تو سلطنت طلبان مردم برای اینکه ایران آباد بشه باید کمربندشون رو سفت بکنن، در نتیجه هر رژیمی که بیاد برای اینکه این وضعیت رو دو مرتبه ترکار بکنه میگه کارگر باید کار بکنه و چیزی نخواد. در اینکه از هیچ رژیم سرمایه‌داری تو ایران چیزی برای مردم حاصل نمیشه. اما اینکه وضعیت میتونه تغییر بکنه، بله میتونه تغییر بکنه اگر سوسیالیسم بیاد. راه حل زندگی مردم و نجات از این شرایط سوسیالیسم هست، یعنی یه نظامی که به لحاظ اقتصادی مبناش نه سود سرمایه‌داران بلکه مبناش رفع نیازمندی های مردم باشه و به لحاظ سیاسی هم زندگی دست خود مردم باشه، تصمیم گیری دست خود مردم باشه، نه به این اشکالی که وضعیت هست. در نتیجه راه حل سوسیالیسم تو اون جامعه و این امکان پذیره. بدون این تحت این نظام و هر نظام سرمایه‌دار دیگه وضعیت همینی که هست. فاتح بهرامی، بسیار سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شب و روزتون خوش. خیلی متشکرم. خب بینندگان گرامی، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که ما رو تا به اینجا همراهی کردید. پیروز و سربلند باشید.